امروز روز نیروی دریاییه سوال پیامکی ما هم که مشاهده کردید مربوط به این روزه و امروز میخوایم یک بازخانی داشته باشیم بر عملیات مرواری که آقای صادق وفایی با ما همراه هستن صبح شما به خیلی خوش آمدید من هم سلام و صبح خیر دارم خدمت شما و بیننده های عزیز ایام فاطمیه رو تسلیت میگم و سال روز عملیات مرباید رو هم تبریک میگم خدمت شما. متشکرم خیلی ممنون. بریم سر اصل مطلب آقای. خواهش می حالا چون کم بیاد من سری بگم. ببینید با شروع جنگ ایران و عراق نیروی دریایی عراق از بندر بصرا شناورهای خودش رو منتقل میکنه به بندر ام و بعد از اونجا حالا روی نقشه هم حالا توی تصاویر هست در واقع دو تا اسکله و سکوی نفتی هست تو خلیج فارس جایی که اربن رود میریزه به خلیج فارس اونجا در واقع این شناورها غروب ها می اومدن در البکر و الامیه در واقع پهلو می بله و شب در تاریکی هوا می اومدن نزدیک بندر امام کشتی و شناور ایران رو با موشک های هدایت شونده راداری می‌زدند عراقی‌ها. بنابراین در نیروی دریا یک کارگروه رزمی یک گروه رزمی بود به اسم گروه رزمی 421 مأموریت پیدا کرد که اسکله های دشمن رو هدف قرار بده و بزنه عملیات مروارید که امروز در سال و ازش میخوایم صحبت بکنیم در واقع مکمل دو عملیات قبلی دیگر بود عملیات اشکان و شهید سفری بعد از این مأموریتی که دادن به گروه 421 نیروی دریایی نداجا عملیات اشکان در واقع کلید خورد 8 آبان 59 در این عملیات سه تا شکن پیکان، جوشن و گردونه با همراهی یک بالگرد که در واقع نقش دیدبان رو داشت رفتن به سمت سکوهای نفتی و ناوچه پیکان در واقع با موشک, های خودش موشک انداز بود در واقع بله. سکوها رو زد این عملیات اول بود هشت آبان پنجه عملیات اشکان اشکان بله عملیات بعدی شهید سفری بود که غروب 13 آبان شروع شد و 16 آبان هم در واقع به پایان رسید در این عملیات دو ناف شکن بودن یکیش دوباره پیکان بود و 27 تکاور دریایی که خیلی حالا اکشن هم بود اینا رفتن حالا از بوشهر حرکت کردن رفتن روی اسکله حالا اونجا درگیری داشتن تیراندازی بود و اینها و یه تعداد موندند برای بمبگذاری روی اسکله های البکر و الامیه و یه تعداد برگشتن از نیروها روز صبح روز 16 اون نیروهایی که باقی مونده بودن بمبگذاری کرده بودن رو هم در واقع با هلیکوپتر هلیبورنشون کردن برگردونند و عملیات انفجاری انجام شد به سکوهای البکر و آسیب جدی در واقع وارد شد موقعی هم که میخواستن کار انفجار رو انجام بدن خبر رسید که از اون در واقع دهانه اروند رود از خور موسا سه تا ناوشکن عراقی دارن میان که ناوشکن پیکان بهشون حمله میکنه یکیشون رو در واقع منهدم میکنه اون دوتای دیگه فرار میکنن اشکان و در واقع شهید سفری انجام میشن عملیات مروارید میای میرسیم در واقع به چهار آذر قرار بود چهارم آذر شروع بشه اما پنجم آذر شروع شد و تا هفتم آذر ادامه پیدا کرد طی دو روز و یکی از شاهکارهای جنگ در واقع عملیات مشترک نیروی دریایی و نیروی هوایی هستش یعنی با حمایت نیروی هوایی انجام شد در این عملیات هم باز حالا اون کارهای انفجاری و مسائل اکشن اینا بود اینا روز پنجم آذر شروع کردن رفتن به سمت سکوها روز ششم آذر سکوها رو به طور کامل تصرف کردن زد و خوردی بین تکاورهای نیرو دریایی بود و نیروهای عراقی و اونجا رو تونستن بگیرن اسکله ها رو بگیرن بمبگذاری ها رو انجام دادن و در نهایت وقتی که سوار ناوچه پیکان شدند و میخواستن دیگه برگردن یکی از ناوشکن‌های عراقی در پشت سکوی البک مخفی شده بود که این رو ندیده بودن از چشم رادار مخفی بود و متاسفانه این ناوشکن عراقی ناوشه پیکان رو هدف قرار داد و نابشه پیکان هدف قرار گرفت و در نهایت غرق شد حالا توی تصاویرم ناخدا ابراهیم محمد ابراهیم صمدی هست کجا اون عکسو دارید نگاه بله گفتم صمدی به اشتباه محمد ابراهیم همتی همت. ایکی یکی از شهدای عملیات در واقع ایشون فرمانده نابشه پیکان بوده خیلی کارنامه درخشانی از افسرهای لایق و در واقع نخبه بودن و با توجه به اینکه حالا پیکان خورده بود و آتیش گرفته بود و در شرف غرق شدن بود ایشون میتونست خودشون نجات بده ولی برای نجات دادن آخرین خدمه و نیروی خودش موند که در نهایت متاسفانه نتونست و همراه یه دی دیگه شهید شد و الان هم به قولی مزارش در واقع دریاز خلیج فارسه ایشون مزار نداره اما حالا چون وقت کم نریم سریع بگم یه نکته خیلی مهمی در مورد مرواری نقش نیروی هوایی هست که پشتیبان بود در این عملیات حالا توی تصاویر یه عکس دست جمعی هم شما اونجا میبینید اینا خلبان های پایگاه بوشهر هستن پایگاه بوشهر در زمان جنگ تنها پایگاهی که خلبان ها توی آشیانه توی شلترهای هواپیما در واقع شب میخوابیدن صبح می شدن، از همونجا میرفتن معموریت یعنی همه کارشون رو توی آشیانه انجام میدادن یه آشیانه بود برای گردان نگهداری و اون خدمه که ها رو بارگذاری میکردن و یک آشیانه هم بود برای خلبان ها همونجا شب میخوابیدن صبح می میشدن معموریت میرفتن بله. و در واقع خلبان ها در عملیات مروارید هم F14 هم F5 و هم F4 خیلی خیلی فداکاری داشتن بیشترش برای پایگاه بوشهر بود پایگاه شیراز هم در واقع درگیر بود یه نکته رو هم من خدمتتون عرض بکنم در این عملیات حالا اسم خیلی ها رو برد میبرن در واقع 27 خلبان نیروهوایی هوایی در این عملیات حضور داشتن اسم خیلیاشون حالا گفته میشه الان همه رو من نمیتونم بگم منوچهر محققی رو اینجا تصاویرش رو تصویرش رو داریم شهید خلعتبری رو داریم شهید رضا یاسینی رو داریم حمدالله کیان ساجدی رو داریم قهرمانانی بودن عباس دوران رو داریم حالا اینجا الان مرحوم محمود زرابی رو داریم آقای فریدون صمدی رو داریم ایشون معاون عملیات پایگاه بوشهر بودن فرمانده پایگاه هم آقای مهدی دادره بود یه نکته هم بگم در مورد در واقع تلفاتی که ما از عراقی گرفتیم در عملیات مروارید عراقی یه نافچه داشتن به نام نافچه اوزا که از شوروی گرفته بودن موشک انداز بود سرعت بسیار بالایی داشت خیلی چیز پیشرفته بود در واقع ما موفق شدیم در موروارید پنج تا از این ناوها رو بزنیم هفت تا شناور دیگر هم زدیم در مرواری ببین حساب بکنید دوازده تا شناور عراقی خورده و 80 درصد بله 80 درصد نیروی دریایی عراق از بین رفت و دیگه تا پایان جنگ اصلا به قول نشد. نشد و نابود شد تو این عملیات چه سالی آزب. بوده؟ این میشه در واقع هفت از 5 آذر شروع شد 7 آذر 59 یعنی تقریبا ماه دوم جنگ یعنی در 6 7 سال آیندهش هم نتونستن نتونست. باز اصلا نتونست مم. و نکته دیگر اینکه عراق برای حمایت از نافچه ها و سکوها البکر و الامیه هفت فروند میگه 23 وارد معرکه نبرد کرد میگه 23 هواپیمای رهگیره مثل اف 14 میمونه خالص به اف 14 نمیرسه ولی خب بالهاش در واقع متغیره باز و بسته میشه هفت فروند وارد معرکه شدند سه تاش رو فانتوم ها زدن که یکی از فانتوم های خودمون متاسفانه در این درگیری ها خورد یکی رو اف 14 ها زدن و دو تا از این میگ 23 رو هم در واقع پدافند موشکی زمین به هوای ما زد یه دونه از اون میگ بیست ساها تونست در واقع فرار بکنه یک میگ 21 هم رو زمین بمبارون با شد توسط هواپیماهای ما و یک هلیکوپتر عراقی هم نابود شد ناوچه های رو بعضا ناب ها مو زدن اما فانتوم ها در شکار این نافچه ها بسیار بسیار در واقع موثر بودن تاثیر داشتن شهید خلعت بری حالا تصویرش اینجا هست کدوم عکسو میگین عینک دودی داره ایشون بله بله بله, آقای بله آقای دی فانتوم دی هم هست بله. دی بله ایشون معروف به نا... شکارچی اوزا ایشونو به به این اسم میشناسن یه توضیح داره ایشون اون موقع کابین عقب بوده و م... ب... های اوزا رو با موشک مبریک میزدن افورها موشک مبریک موشک تلویزیونیه یعنی قفل میکنن رو هدف این کار رو کابین عقب انجام میداده و خب ایشون کابین عقب بوده قفل میکرده روی هدف شلی که موشک به عهده کابین جلوه که فرمانده هواپیماست حالا توافقی حالا یا خود کابین جلوه شلیک میکرده یا میداده کابین عقبیه در واقع بزنه بله. از این جهت یکی از افتخارات شهید بری که اولین روز سال 64 اول فروردین 64 شون شهید شدن یعنی آلرت بودن تو پایگاه همدان و حالا بر اساس اون استراتژی که عراق داشت برای اینکه عید نوروز رو مثلا زهر بکنه به کام ایرانی ها چند تا فروند هواپیما در واقع میان و با ایشون بالا میشه میره و اونجا در درگیری با هواپیما شهید میشه و حالا بغلشون عکس منوچهر محققی هست این پایین شهید یاسینی هست اینا رکورد شکن بودن در پرواز فانکو از این عکسایی که داریم هیچ کدومشون از عزیزان در قید حیات نیستن همشون به شهادت الان جناب صمدی این وسط ایستادن این عکس بله. یه ای عکس دیگه هم از عباس دوران هم هست اونجا این دست جمعی میگم خلبانای پایگاه بوشهر اگر دقت بکنید آقای صمدی دست گل گردنشون وسط آ بله 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 آقای زرابی هم کنارشونن که هشتم مهر امسال متاسفانه فوت کردن کنارشون عباس دوران کناری علیرضا یاسینیه بله بله حالا تصاویر استخاری. دیگه هم بله پشت سر عباس دوران رو داریم میبینیم ناوچه پیکان هست موقعیت اسکله های البکر و الامگر هم میبینید یعنی از دهانه اربندود که به خلیج فارس میریزه خیلی فاصله در واقع نداره و خب میگم مرواری عملیات بسیار موفق و خوبی بود فقط ناوچه پیکان ما در واقع خورد و فکر می کنم یکی از یه فانتوم دست دادیم و یک ناوچه پیکان رو که خب اسم ناخدا در واقع همتی محمد ابراهیم همتی در این عملیات جاودانه شد متشکرم اینکه این عملیات تونسته حالا با دو تا عملیات پیشین خودش بتونه کل 80 درصد تجهیزات دریایی یک کشور رو نابود بکنه معلومه که خیلی عملیات گسترده صادرات نفتی عراق از راه دریا خلیج فارس به صفر رسید با این عملیات دیگه مجبور شد بره سراغ ترکیه و اردن برای اینکه از راه زمینی در واقع نفتش رو صادر بکنم. وقتی که شما میاید برنامه صبح خیر ایران باور کنید تا چند روز ذهن من درگیر صحبت های شماست و انقدر خوب توضیح میدین و ما رو آشنا میکنید با قهرمانان خاید. ملی وطنیمون این عکس ها خیلی وزن دارن خیلی افتخار پشتشونه روح همه شهدای عزیز کشورمون شاد باشه یک دقیقه فرصت داره صحبت پایانیش خواهش میکنم من دفعه قبلی هم صحبت کردم در مورد نیروگاه ببخشید پایگاه بوشهر عرض کردم خدمتتون حالا فانتومای های بوشهر میگن کوسه های بوشهر صدام یه نقل قول معروفی ازش هست میگفتش که من با دو جبهه میجنگم با ایران میجنگم و با بوشهر یعنی پایگاه بوشهر بله پایگاه بوشهر خیلی واقعا توی اون ماهای اول جنگ حالا دو تا پایگاه بیشتر درگیر بودن همدان و بوشهر این جنگ های خلیج فارس و در واقع حمایت از کشتی ها رو ما خب خیلی مدیون خود خلبان های نیرو هوایی و پایگاه بوشهر هستیم اما خب حالا از نیرو دریایی در واقع کمتر گفتیم شهید همتی واقعا میگم حالا جاودانه شده یکی از اون فداکارها و ایثارگرهای نیرو دریایی و نیرو هوایی دیگه میگم حالا حرف خیلی زیاده بخوام بگم حالا میترسم بحث کم بیاد متشکرم از شما آقای خیلی لطف کردین با ما همراه بودیم با همین روز رو به همه اهالی نداجا تبریک عرض میکنیم و روح تمامی شهدای نیروی دریاییمون هم همه شهدا علل خصوص چون امروز روز نر... نیروی دریایی شاد باشه ممنونم با ما همراه بودین میخوایم بریم کجا میخوایم بریم سر بزنیم به دوستان و همکارانمون در پخ سلام صبح شما بخیر خدا قوت پیام های بازرگانی رو ببینیم برمیگردیم استودیوی صبح خیران با شما همراه هستیم برگردید